این هفته مسافت، سرعت و سرعت. خوش اومدید به کلیک. من نیما اکبرپور هستم. در این برنامه میخوایم بریم به سراغ فناوری‌هایی که برای کمک به افراد دارای معلولیت طراحی شدن و ببینیم که این فناوری‌ها چقدر میتونن زندگی این افراد رو دگرگون کنند. در گزارش اول همکار ما لوسی ادواردز رفته و درباره این موضوع تحقیق کرده که هوش مصنوعی موجود در گوشی‌های هوشمند چطور میتونه به افرادی که اختلال بینایی دارند کمک کنه. اگه شما هم مثل من نابینا هستید، استفاده از نوعی فناوری که محیط اطراف رو برای شما توصیف میکنه میتونه زندگیتون رو تغییر بده. همیشه درست عمل نمیکنه. محل پارک دوچرخه جلوی راه ماست. این مال پارساله. حالا آیفون 12 اپلیکیشنی داره که به کاربران کمک میکنه تا آدمهای اطرافشون رو تشخیص بدن. معمولاً این روزها که همه باید فاصله اجتماعی رو رعایت کنیم خیلی به درد میخوره. از بهترین دوستم دیو خواهش کردم به هم کمک کنه تا آزمایشش کنم. سلام. سلام، چطوری؟ خوبم، ممنونم. تو چطوری؟ خوشحالم میبینمت. تو این دور زمانه عجیب بیرون رفتن از خونه یکم نگرانم میکنه. تو خونه هم آزمایشش کردی یا این اولین بارته؟ این اولین باره. دنیای بیرون فعلا برای من دور از دسترسه. اگه آدم ها توی صورتم سرفه کنن یا نزدیکم باشن خبردار نمیشم. آیا اینی که توی دستمه میتونه کمکم کنه؟ کسی رو این دوروبر تشخیص نداد. گمون کنم داره درست عمل میکنه. همینطور که توی خیابون محلم میرفتیم متوجه شدیم که میتونه چقدر دقیق عمل کنه. ساختمونی با علامت سفید و قرمز، یکی که کلاه خود گذاشته روی موتوره. این دوباره فکر کرد دیو یه بچه است. خنده داره. این الان چی گفت؟ گفت یه بچه جلوی ساختمونه؟ اتفاقا خیلی ها به هم میگن. نمیدونم، گفت تو جلوی یه ساختمون ایستادی. دقیقه. اما چیزی که برای من جالب بود هشدارش راجبه آدم های اطراف بود. دو نفر اونجان. آره دو نفر. تقریبا هر رهگذری رو که رد میشه میفهمه. آره درسته، تشخیصشون داد. عاشقشم. یکی در 1.5 متری منه. باید فاصله اجتماعی رو رعایت کنم. با نزدیکتر شدن آدما گوشی هوشمند شروع میکنه به شمارش معکوس. پیدات کردم. 5 متر ازم دوری. درسته. 4 متر دوری. 2.5 1. و عصا تقریبا همینجاست. بفرما. 0.5 متر. اوه، تو محدوده منی. فکر میکنم این حتی بعد از فراگیری کرونا هم به درد بخوره. مثلا وقتی توی صف ایستادی. درسته، اونجایی. یه نفرم توی پیاده رو جلوی فروشگاه ایستاده. باور کردنی نیست. 2 متر دورتر. من 2 متر دورترم. آها، یه نفر دیگه هم هست. صادقانه بگم، اینکه بدونم آدم ها نزدیکم هستن کمی دلهره آوره، چون که قبلا نمیدونستم آدم های اطرافم کجان. پس باید تلاش کنم که بهش عادت کنم. اما از اینکه میتونم دوباره به اطرافم کنترل داشته باشم خیلی هیجان زدم. اما خوبی هر ابزار هوش مصنوعی به خوبی آموزشش با داده ها بستگی داره. و چیزهایی مثل برایل خوان ها یا عصای سفید هیچ وقت مرکز توجه یه بانک داده هوش مصنوعی نبودن تا امروز. این ویدیوها رو مایکروسافت، دانشگاه سیتی لندن و دانشگاه آکسفورد گردآوری کردن. اما همه اینها رو آدم هایی مثل رابین فیلم برداری کردن. این خیلی مهمه که افراد نابینا خودشون در حال ضبط چیزهایی هستن که براشون مهمه. این فیلم‌های آموزشی رو خودشون ضبط می‌کنن چون خودشون قراره از این نرم‌افزار برای تشخیص چیزهای اطرافشون استفاده کنن. اشیایی که ممکنه به خوبی توی دید قرار نداشته باشن. این اشیا ممکنه پشت اشیای دیگه قرار گرفته باشن یا بخشی از اونها پیدا نباشه. یادگیری ماشین پشت نرم‌افزار و مغز پشتش خیلی هوشمندانه‌تر خواهد بود. و به افرادی که اختلال نابینایی دارن امکان میده تجربه‌ای فراگیر داشته باشن. تا الان حدود 3000 ویدیو گردآوری شده و هدف این پروژه اینه که در کل حدود 10000 ویدیو جمع کنه.
ما یه اپلیکیشن گردآوری اطلاعات طراحی کردیم که روی آیفون کار میکنه. اونا میتونن این اپ رو دریافت کنن. بعد ازشون میخوایم چند تا ویدیو ضبط کنن. 7 ویدیو حداقل از 5 شی. بعد اپلیکیشن گردآوری داده به طور خودکار این ویدیوها رو بارگذاری میکنه و ما بررسیشون میکنیم. چون این هوش مصنوعی میتونه با تعداد کمی ویدیو آموزش ببینه، کاربران میتونن بهش یاد بدن که وسایل شخصشون رو تشخیص بده. اینطوری شما میدونید دست کلید یا عصای خودتون رو از مال دیگران تشخیص بدین. تصور کنید اگه بتونم بهش یاد بدم که بگه بله این کفشای رابینه یا این عینک رابینه. به ویژه وقتی وسایل شخصی بقیه اعضای خانواده هم اطرافتون باشه. این لیوانی که میخوام بردارم مال منه یا یه نفر دیگه؟ بیشک وقتی این پایگاه اطلاعاتی با دو ابزار شنیداری تولید مایکروسافت یعنی سینگ ای آی و ساوند اسکیپ ترکیب بشه، کامل تر میشه. بزرگترین شکافی رو که اینجا هست ما بهش میگیم برهوت داده ها. برای روشن‌تر کردن همه ظرفیت ها ما به این نتیجه رسیدیم که به طور کلی داده کافی وجود نداره. نه برای این شرکت یا اون شرکت، بلکه به طور کلی اطلاعات کافی وجود نداره. به زودی پایگاه اطلاعات به روی همه باز میشه تا هر کسی بتونه محصولات بهتری تولید کنه، از گوشی هوشمند گرفته تا عینک هوشمند. به زودی نوبت تولید عینک‌های هوشمند میشه؟ پسر واقعا امیدوارم اینطور بشه. اون وقت من عینک هوشمندم رو نه فقط بیرون بلکه تو خونه هم میزنم، چون که به هر چیزی نگاه میکنم با هم حرف میزنه. به نظرم این عالیه. هر روز از اپ استفاده میکنم، اما تا الان ندیده بودم که نرم افزاری بتونه وسایل شخصی من رو تشخیص بده. این برای افراد با اختلال بینایی پیشرفت بزرگیه. این هفته یکی از بزرگترین نمایشگاه‌های محصولات الکترونیک یعنی CES برای نخستین بار به صورت آنلاین برگزار شد. در جریان این نمایشگاه، LG گوشی با نمایشگر لوله شونده به نمایش گذاشت که هرچند وعده داد امسال وارد بازار میشه، ولی مشخصات و قیمتی براش اعلام نکرد. لنوو از تازه‌ترین عینک‌های هوشمند سبکش رو نمایی کرد که امکان تصویرسازی سه‌بعدی و راهنمای واقعیت افزوده دارن. و ایف سن لوران مخلوط‌کن رژ لبی رو معرفی کرد که به گوشی هوشمند وصل میشه و میتونه سه رنگ مختلف رو به طور دلخواه با هم ترکیب کنه و رنگ ماتیک مورد نظر رو درست کنه. در CES 2021 از نخستین ماشین مسابقه خودران هم رونمایی شد. دالارا IL15 به رادار، لایدار و دوربین مجهز شده و قرار ماه اکتبر با سرعت 290 کیلومتر در ساعت در پیست مسابقه ایندیاناپولیس موتور اسپیدوی برونه. سامسونگ هم از ربات‌هایی رونمایی کرد که داره برای کمک در کارهای خونه می‌سازه. با تندی به لطف بینایی کامپیوتری میتونه در برداشتن لباس یا پر کردن ماشین ظرفشویی کمک کنه و در این حال محیط اطراف رو به کمک هوش مصنوعی تجزیه تحلیل کنه. و در آخر این هم برای آینده‌ای که بالاخره مردم از خونه برند بیرون. مایکیوپت دور یه در هوشمنده که به لطف دوربین و حسگر به حیوانات خانگی اجازه میده برند بیرون بدون اینکه امنیت خونه رو به خطر بندازن. سگ یا گربه باید یه قلاده بلوتوث ببنده و صاحبشون هم باید $3000 ناقابل پیاده شه. در هفته‌های آینده باز هم به CES برمیگردیم. برگردیم به سال 2016 که در اولین رقابت‌های سایباتلون در سوئیس بودیم. این تنها مسابقه جهانی افراد دارای معلولیت جسمی که از وسایل کمکی رباتیک و فناوری استفاده می‌کنند. در واقع المپیک این ورزشکارهاست. رقبا در این مسابقه با عنوان پایلوت شناخته میشن. اونا نه تنها توانایی های خودشون رو محک میزنن، بلکه مرزهای فناوری رو هم جابجا میکنن. این مسابقات بستر و جایگاه مهمیه برای پژوهش درباره وسایل کمکی در جهت استفاده روزمره افراد دارای معلولیت.
در 4 سال گذشته پایلوت ها و توسعه دهندگان فناوری در حال آماده کردن خودشون برای شرکت در رقابت های 2020 بودند و با وجود فراگیری ویروس کرونا مسابقات برگزار شد. 51 تیم شرکت کننده بین المللی در این مسابقات به جای اومدن به ورزشگاه شهر زوریف سوئیس از کشورهای خودشون در مسابقات شرکت کردند. پایلوت ها در 6 رشته متفاوت سعی می کنند موانع را پشت سر بگذارند، در کوتاه ترین زمان و با کمترین اخطار. رقابت ها ضبط و برای برگزار کنندگان در زوریخ ارسال شد تا داوری کنند. مسابقات یه جوری پخش شد که انگار پخش زنده است و تا اون لحظه نتیجه رقابت ها محرمانه بود. Owen Colomb on the other hand shows a perfect turn. He drives absolutely clean through corner 4. و در حالی که تیم‌ها از راه دور در مسابقه شرکت کرده بودند، همه رقیبان باید دقیقاً در شرایط شبیه به هم مسابقه می‌دادند. گام اول اینه که ما یک کتاب قوانین مسابقه رو داریم که به روشنی نه تنها مقررات هر رقابت رو تعریف کرده که چه وظایفی باید انجام بشن، بلکه چارچوب و اندازه های هر وظیفه رو هم شرح داده. و البته باید یک راهی باشه که برگزار کنندگان مطمئن بشن همه به قوانین پایبند هستن. ماه پیش داورانی رو در کشورهای مختلف استخدام کردیم، بعد اونها رو با کنفرانس‌های ویدیوی آموزش و در امتحان‌های بیشتری شرکت دادیم. حالا اونها آماده هستن که درباره کار خلبان‌ها در محل اجرای مسابقات قضاوت کنند. در هر رشته تیم‌ها برای انجام کارهای روزمره به میدان رقابت میان. در رقابت‌های صندلی چرخدار برقی، شرکت کنندگان باید توانایی خودشون رو در حرکت در فضاهای محدود، زمین‌های ناهموار و حتی پله‌ها نشون بدن. برنهارد وینتر، یکی از توسعه دهندگان پرشمار فناوری، از مسابقات 4 سال پیش سایباتلون الهام گرفت تا فناوری که روش کار می‌کرد رو کامل‌تر کنه. حدود 6 سال پیش می‌خواستم یه پروژه دانشجویی انجام بدم. طرح همین بود که یه ربات باحال درست کنم که بتونه از پله‌ها بره بالا. همون زمان سایباتلون شروع شد. ایده ما این بود: ما می‌تونیم صندلی رو ببریم بالا. این اون کاری بود که ما انجام دادیم. یه صندلی چرخدار ساختیم که می‌تونست از پله‌ها بالا بره. در رقابت‌های سال 2016 طرح صندلی چرخدار برنهارد به طرز غم‌انگیزی شکست خورد، اما الان شرکتش صندلی‌های چرخدار تولید می‌کنه، می‌فروشه و اونا کار هم می‌کنن. بالاخره میتونم برم خونه همسایه‌هام. 2 تا از اونا خونه‌شون تا دم در پله داره و من از 5 سال پیش که تصادف کردم خونه‌شون نرفتم. این عالیه. بعد از مدت‌ها میتونم برم به دیدنشون. محور اصلی رقابت‌های سایباتلون پژوهش درباره استفاده از فناوری پیشرفته در زندگی روزمره است. برداشتن لیوان، پیچوندن لام و آویختن لباس‌ها. اگزواسکلتون یا برون اسکلت ها که در حال رویارویی با وظایف مثل بلند شدن از مبل هستند. حتی فناوری مثل رابط مغز و کامپیوتر اینجا آزمایش میشه. سامانه که از سیگنال های مغز برای کنترل آواتار در یک مسابقه مجازی استفاده میکنه. و در یک رقابت دوچرخه سواری، شرکت کنندگان مبتلا به پارافلژی یا فلج کامل یا جزئی نیمه پایینی بدن با استفاده از روش تحریک الکتریکی میتونن روی دوچرخه‌های خابیده رکاب بزنند. برگردیم به سال 2016. اون زمان ما جانی بیر رو دیدیم که در مسابقه 750 متر تمرین و شرکت کرد. با پیشرفت فناوری در 4 سال گذشته طول این مسابقه بیشتر شده، اما زمان مسابقه همون 8 دقیقه سال 2016 است.
Now the Cleveland team are the team to beat. The gentleman who's looking to turn the tables, Johnny Beer. در 2016 مسیر رو توی 4 دقیقه و 8 ثانیه رفتن. امروز من به زمان 2 دقیقه و 57 ثانیه رسیدم، اما برای 1200 متر. از نظر فنی سرعتم 100% بیشتر شده. فناوری در حال پیشرفته و این برای افراد دارای معلولیت خوبه. بعضی از ورزشکاران حتی اتاق نشیمن رو به استودیوی موقت تلویزیونی تبدیل کردند. با دوربین‌هایی که به زوریخ مرکز مسابقات وصله، صفحات شمارش معکوس و حتی طرفدارانی که ورزشکار رو تشویق می‌کنند. اگرچه این رقابته، اما سایباتلون قبل از هر چیزی جایی برای همکاری، پیشرفت و در برگیری، ویترینی از نیازهای افراد دارای معلولیت. با عرضه نسخه‌های جدید کنسول‌های بازی یعنی PS5 و سری X Xbox، این سوال مطرح شده که این کنسول‌ها چه امکاناتی برای افراد دارای معلولیت دارند. گزارش بعدی رو ببینید. یادم میاد اولین کنسول بازیم رو وقتی دیدم که شاید 5 یا 6 سالم بود. اون موقع خیلی برام جذاب نبود. علت اصلیش این بود که کنترلرهاش برام قابل استفاده نبودن. من مادرزاد به همیپلژی مبتلا هستم. کمی شبیه فلج مغزیه، اما فقط نیمه راست بدنم رو درگیر کرده. پس دست چپم کاملا سالمه، ولی دست راستم. بنابراین استفاده از یک کنترلر بازی و بعد حرکت دادن همزمان شخصیت بازی کار خیلی خیلی سختیه. اومدن کنسول نینتندو وی خیلی خیلی برام مهم بود، اما فکر میکنم اولین مواجهه واقعی من با گیم شخصا با پلی‌استیشن 2 بود. با اومدن آیتوی شما یه دوربین کوچیک بالای تلویزیون داری که همه ی حرکاتت رو تشخیص میده و با بازی ها منطبق میکنه. من میتونستم این کار رو انجام بدم، بعدن دوستام رو هم دعوت کنم. با استفاده از آیتوی برای پلی‌استیشن 2 برای اولین بار شخصا امکان دسترسی همه به بازی رو احساس کردم، اگرچه کاملا اتفاقی بود. اما خوشبختانه در این 17 سال راهی طولانی رو طی کردیم و حالا موضوع دسترسی افراد دارای معلولیت در مراحل اولیه فرایند طراحی بررسی میشه. در سراسر صنعت گیم و فرهنگ ما نوعی بیداری اتفاق افتاده که دیگه چیزی نیست که بعد از ساخت بهش فکر کنیم، بلکه در رأس خیلی از کارهاییه که ما امروز انجام میدیم. میدونید که ما در زمینهای حرکتی، در زمینه ضعف شنیداری و اختلال بینایی پیشرفتای فوق‌العاده‌ای کردیم. بنابراین با تولید نسل جدید کنترلرها که از همیشه بیشتر دسترس پذیر شدن، حالا دیگه فقط به من بستگی داره که بتونم با اونها کنار بیام و ازشون استفاده کنم. So this is the PlayStation 5. این کنترلر پلی‌استیشن 5 با حسگر دوگان است. خیلی باحاله و طراحی خوش‌دستی داره و راحت میتونین اون رو توی دست بگیرید. یه نکته خیلی جالب دیگه این که همه این دکمه‌ها رو میشه روی کنسول باز تعریف کرد. بنابراین اگه شما مثل من چپ دست هستید، میتونید همه دکمه‌ها رو بندازید سمت چپ. این کنترلر بازخورد لمسی هم داره. این فقط پلی‌استیشن شرکت سونی نیست که قدم جلو گذاشته تا کنترلر بازی‌ها رو برای افراد دارای معلولیت دسترس پذیرتر کنه. شرکت مایکروسافت هم تونسته در همکاری با سازمان‌های خیریه حامی افراد دارای معلولیت یه وسیله کاملاً تک و بی‌نظیر بسازه. این کنترلر آداپتور یا سازگارپذیر ایکس باکسه. سال 2018 وارد بازار شد و خیلی باحاله. شبیه یک کنترلر مرکزیه، اما همینطور که میبینید اینجا تعداد زیادی پورت یا درگاه‌های اتصال هست که میتونید هر کنترل کننده‌ای که میخواید رو بهش وصل کنید تا بتونید تجربه شخصی تری از بازی رو داشته باشید. جالبه. میدونین من بیشتر از 20 سال توی این صنعت هستم و با اطمینان میگم که نه تنها در ایکس باکس، بلکه بین همه ناشران و توسعه دهندگان و شرکت‌هایی که باهاشون سر و کار دارم، سطح آگاهی خیلی بالاتر رفته. فکر میکنم وقتی شما در طراحی تولیدات به افراد دارای معلولیت توجه میکنین، درهای زیاد دیگه‌ای رو برای طیف وسیعی از سناریوها باز میکنین که قبلاً پیشبینیشون نکردین. شما به حل یک مشکل کمک کردین، اما راه حل شما ممکنه مشکلات زیاد دیگه‌ای رو هم برطرف کنه و من فکر میکنم این قضیه خیلی برای صنعت بازی جذابه.
با نگاهی نزدیکتر واقعا به نظر میاد به کنسول ها ابزارهای دسترسی بیشتری اضافه شده و شکل و ظاهر و فهرست امکانات هم توی کنسول و هم توی گیم متحول شده. حساسیت کرسر یا مکان نما، تقویت هدفگیری خودکار. مثل بازی PS5، فهرست دسترسی Xbox امکان خوندن فهرست داره و دکمه قابل تنظیم برای ماموریت‌ها. زیرنویس و سامانه تشخیص صدا هم دارن. حتی به امکانات رونویسی هم مجهز هستن. دسترس پذیری در فناوری اغلب روی ابزارهای آموزشی متمرکزه یا امکان سازگار شدن افراد دارای معلولیت با محیط اطرافشون حین انجام کارهای روزمره. اما به ندرت به موضوعهای تفریحی و سرگرمی توجه داره. مثل اینه که ما اموراتمون میگذره ولی شکوفا نمیشیم. اسپشیال افکت یه مؤسسه خیریه است که اهمیت دسترسی افراد دارای معلولیت به بازی رو درک کرده. کاری که ما میکنیم اینه که اگر یه فرد دارای معلولیت میخواد تواناییش ارزیابی بشه، اگر به بازی یا بازیهای علاقه داره ما میتونیم براش تجهیزات بفرستیم و بعد بیشتر افرادی رو که بهشون کمک میکنیم ارزیابی میکنیم. خیلی مهمه که ما کنارشون باشیم. مهمترین اتفاق اینه که صنعت گیم و بازی خیلی بیشتر فراگیر شده و داره امکان دسترسی پذیری به فناوری بازی رو همه جا هموار میکنه. اما موضوع مهم دیگه اینه که ایده فراهم کردن دسترسی افراد دارای معلولیت از همون ابتدای طراحی تا پایان تولید نهایی عادی بشه. این عادی سازی معلولیت میتونه به ما کمک کنه که در آینده نگاهمون رو به موضوع معلولیت عوض کنیم. این روزا اپ‌های زیادی برای نقاشی با تبلت و گوشی موبایل وجود داره، ولی راستش تا وقتی دست به قلم نبرید و باهاشون کار نکنید نمیشه فهمید چه کیفیتی دارن و از چه ابزارهای نقاشی الهام گرفتن و نمونه برداری شدن. همکارم سعدی حایری که دستی هم در نقاشی داره چند تا از این اپ‌ها رو آزمایش کرده. همونطور که کیبوردها از آلات موسیقی واقعی نمونه برداری میکنن، اپ‌های نقاشی هم از ابزار نقاشی واقعی نمونه برداری میکنن یا لااقل بر اون اساس طراحی میشن. ولی متاسفانه خود اپ‌ها اطلاعات زیادی درباره این که آیا ابزارشون به پاستل، آبرنگ و یا رنگ روغن شبیهن نمیدن. بعضی اپ‌ها خیلی ساده و بعضی خیلی پیچیدن و برخلاف تصور استفاده از نمونه های ساده مهارت بیشتری لازم داره، چون قطره چین یا کالر پیکر ندارن. قلم ها هم خود کاربر باید بسازه و تنظیم کنه. البته هنرمندای حرفه‌ای کار تجاری میکنن این روزا دیگه به ابزارهای قدیمی پایبند نیستن. اونا با رنگ پاش یا ایربراش مجازی کار میکنن. دیگه کارشون ربط زیادی به هنرهای پلاستیکی نداره. و در هنرهای زیبا یا فاین آرت، یعنی اون چیزایی که در گالری و موزه میبینین، هم کار زیادی با این جور فناوری نداره. گرچه نقاش معروف دیوید هاکنی گهگاهی از آیپد استفاده کرده. اما نقاشی مجازی برای کسانی که قبلا اهل نقاشی کشیدن بودن ولی دیگه فضای استودیو و امکان جمع جور کردن رنگ و کاغذ و بوم و شستن قلمو رو توی آپارتمان یا خونه کوچیک ندارن خیلی باحاله. و چون به نظر من فرق بین این اپ ها چه مجانی چه پولی خیلی زیاده، میخوام اینجا به چند نمونه خوبشون اشاره کنم. ضمناً این نسخه همه مجانیه. من اینو در اپ گوگل کیپ کشیدم که اصلا برای این کار معروف نیست، ولی قلمش به پاستل گچ شباهت داره که خیلی خوبه. قلم پیپر درو مثل اون پاستلای روغنی میمونه که اغلب بچه‌ها ازش استفاده میکنن. اسکچ این جوهر و یا آبرنگه. سیمپل درو خیلی ساده است، ولی همونطور که گفتم استفاده از اپ‌های ساده خیلی مهارت میخواد، چون باید خودت رنگ و قلم رو بسازی و اپ بهت کمکی نمیکنه. این یه چیز جالبی بود که مایکروسافت ساخت ولی درست توسعهش نداد. این رنگ روغنه، ولی اینجا میبینین که قلمواش دقت ندارن. آرت فلو هم حالت چند چیز مثل پاستل و گواش رو با هم داره. اسکچبوک ساخت اوتودسک خیلی حرفه‌ایه و هنرمندهای حرفه‌ای ازش خیلی استفاده میکنن. این روی PC و این یکی روی موبایل کشیده شده که یه خورده با هم فرق داره. هویون یه سازنده تبلت برای هنرمندای حرفه‌ایه، ولی اپ اندروید هم داره. این براشز اول همون اپیه که دیوید هاکنی ازش برای کشیدن نقاشی استفاده کرد و این میتونه از قلمکاریاتون انیمیشن درست کنه.
ادوبی که اولین اپ روتوش برای کامپیوترهای خانگی یعنی فتوشاپ رو ساخت، حالا اپ نقاشی هم داره. ولی همون قلمای روتوش عکس رو داره که برای بعضی کارا خوبن، ولی برای تقلید هنرهای پلاستیکی زیاد خوب نیست. برای بچه هم کلی اپ هست که برای پدر مادرهایی که باید مداد و ماژیک از زمین جمع کنن نعمته. ولی فکر کنم اینا رو باید یه روزی که بررسی کنیم. خب به پایان برنامه هفته کلیک رسیدیم. تکرار این برنامه در وبسایت ما ببینید. به نشونی bbcpersian.com/click یا از طریق یوتیوب BBC فارسی تماشاش کنید. با ما در تماس باشید از راه توییتر با شناسه @persianclick. ممنون از همراهیتون. تا برنامه بعد، بدرود و خدا نگهدار.